چطور بدون اینکه بچه‌مون رو بترسونیم مجابش کنیم که موقعی بیرون رفتن از خونه باید ماسک بذاره؟ با فشار عصبی که این روزها روی پدر مادرها هست، باید چه کار کرد که این اضطراب و عصبانیت به کودک منتقل نشه؟ اینا سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه، و این سوالها رو امروز از دکتر هادی شاکر، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، براتون میپرسم. دکتر شاکر، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون از دعوتتون. ندا گفته که دخترم 5 سالشه و قبلا از 7 صبح بیدار بود، میرفت مهد کودک و بعد از ظهر یا کلاس ورزش رو با بچه‌هاش بازی میکرد و ساعت 8 شب قش میکرد و میخوابید. الان 7 صبح بیدار میشه و فعالیتش در حد بازی تو خونه است و شبا تا ساعت 10 و 11 شب بیداره و یه حالت بیقراری و گاهی بد اخلاقی توش هست. آیا این قراره دوباره به وضعیت اولیه برگرده؟ ببینید، یه قسمت عمدهش برمیگرده به همین که برنامه روتین بچه‌ها تغییر کرده. بچه‌ها از یه طرف دیگه دارن تطابق میکنن با یه شرایط غیرعادی که بهش عادت ندارن. در زمان قبل از کرونا، وقتی که مدرسه بودن، زمان صبح تا شبشون بین چند فعالیت میشکست. مثلا توی مدرسه بودن، بعد میرفتن از مدرسه به خونه، بعد استراحت میکردن، ولی الان دائما با شما از صبح. این که هر روز صبح ساعت 7 بیدارش میکنین خیلی کار خوبیه. به نظر من اصلا نذارین که بیشتر توی رخت خواب بمونه، ولی وقتی صبح که پا میشه پیژامش رو عوض کنین، لباس تقریبا مناسب بیرون رفتن تنش بکنین، بعد روتینی رو با یه سری مثلا عکسا میتونین روی کاغذ بچسبونین که مثلا از شنبه تا جمعه صبح تا عصر چه کارهایی رو میتونه انجام بده، که خودش این آمادگی ذهنی رو پیدا بکنه که فعالیت‌های روزمره‌اش به چه شکلی هست. سر ساعت مشخص غذاشو حتما بدین. هر چی این روتین مشخص‌تر باشه، اون بدخلقی‌ها کمتر میشه. به علاوه اینکه به شما این امکانو میده که بتونین از یه فعالیتی به یه فعالیت دیگه گذر بکنین و اون شرایط دشوار رو با تغییر دادن فعالیتش تغییر بدین. نکته دیگه اینه که برای خوابش حتما یه روتین خیلی مشخصی رو درست بکنین. مثلا دوباره روی کاغذ براش بذارین که از ساعتی که مثلا عقربه های ساعت میره روی این عددهای مثلا 9، تو دیگه باید مثلا فعالیت های خوابتو شروع بکنی. این میتونه این باشه که مثلا حمامی بکنی، مسواکی بکنی، اتاقتو با مامان تمیز بکنی، بعد دیگه با هم دیگه بخوایم یه قصه ای بگیم و این قصه مثلا دوباره اینقدر طول میکشه، بعد دیگه باید چشاتو ببندی و توی رخت خواب دیگه جای آرومی پیدا بکنی و بخوابی. هر چقدر که تونست این کارا رو بکنه، به نظر من براش ستاره یا مثلا یه برچسبای استیکر بذارین که بتونه تشویق بشه و هر دو ستا استیکر رو با یه چیزی که دوست داره عوض بکنه. من توصیه اصلیم اینه که نگران نباشین، این در هر صورت تطابق با شرایط فعلی هست و من امیدوارم که بعد از اینکه روتین زندگی به روال عادی برمیگرده، شما مجددا موفق بشین که هم خلقش رو بهتر بکنین، هم کنترل رو روی اوضاع بهتر بکنین. دکتر شاکر، هادی پرسیده بچم در دوران قرنطینه هیچ اشتیاقی نه تنها به درس خوندن بلکه به کتاب داستان خوندن هم نداره. وقتی بهش تذکر میدم هم به شدت به هم میریزه. چی کار کنم؟ بهتر باشه که ترکیبی از فعالیتهایی که دوست داره و فعالیتهایی که شما دلتون میخواد اون بیشتر انجام بده تو این ایام رو با هم ترکیب بکنین و وقتی که مثلا دلش میخواد زمانش رو با بازی کامپیوتری طی بکنه، بهش بگیم که خب مثلا یه 10 صفحه از این کتابتو بخون که بتونی بازی کامپیوتری بکنی. اینجوری میتونین تشویقش بکنین اون کاری رو که میخواین تازه شروع بکنه انجام بده. در غیر این صورت یه وضعیتی پیش میاد که شما در نقش معلم قرار میگیرین، دوست دارین که اون کاری بکنه و اون در نقش عالمی که انگار رفته تعطیلات و هیچ کاری دلش نمیخواد بکنه. بنابراین اگه این دوتا رو به تعادل برسونین، میدونه که به نفعشه که اون کاری که ازش میخواین انجام بده تا اون چیزی که دلش میخواد رو بده. فکر کنم پس جواب کامبیز هم همینه. پرسیده که با توجه به عدم تخلیه انرژی بچه‌ها برای کنترلشون و وادار کردنشون به درس خوندن چی کار باید کرد؟ برمیگردم به همون نکته کلیدی که گذاشتن یه روتین خیلی مشخص، ساعت بیدار شدن مشخص، ساعت خواب مشخص و فعالیت‌هایی که در طول روز براشون قرار میدین، مخلوط کردنش با فعالیت‌های بدنی و تا اونجایی که میتونین براشون یه سری امتیاز بذارین که وقتی کاری رو انجام میدن موفق میشن، این امتیاز تبدیل میشه به جایزه که مثلا خوشحالشون بکنه. اون جایزه هم نمیخواد حتما کادو و اینجور چیزا باشه، جایزه میتونه یه فیلم با خانواده تماشا کردن باشه، میتونه یه دسر خوشمزه باشه، میتونه یه چیزی باشه که خوشحالشون کنه، ولی اونو دارن به دستش میارن. این که از صبح پاشن و به امید خودشون هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن، واقعیتش اینه که
با این روال نمیشه کنترلشون کرد و من تقاضام اینه که روتینتون هر چه زودتر پایدار بکنین و ادامه. مانی از آلمان پرسیده چطور بچه ها رو مجاب کنیم که بیرون از خونه ماسک بزنن بدون اینکه بترسونیمشون. اینجا از هفته بعد زدن ماسک برای همه اجباریه. ببینید خیلی بچه ها هستن که حتی از خونه بیرون رفتن رو دارن میترسن. الان یه مطالعه که دانشگاه آکسفورد کرده تقریبا 25% بچه ها عنوان کردن که از ترس خونه وحشت دارن. برای همین گفتن یک داستانی بهشون که چرا ما اصلا تو خونه موندیم و چرا داریم بیرون میریم اگه لازمه بیرون بریم و بعد چه کارهایی رو باید بکنیم، بدن ما چجوری با عفونت مقابله میکنه، اگه دستمون رو میشوریم، اگه به صورتمون دست نمیزنیم، اگه ماسک رو میزنیم که ترشحات تنفسیمون بیرون نریزه و یا اینکه کمتر به صورتمون دست بزنیم، اینا همه برای اینکه از خودمون محافظت کنیم و ممکنه این مطالب رو یکی دو بار لازم باشه بگیم یا از ویدیوهای استفاده بکنیم که اخیراً توی یوتیوب یا فضاهای مجازی هست. ویدیوهای ساده‌ای که تهیه شده و بچه‌ها میتونن آگاهی بگیرن در مورد اینکه اصلا کرونا ویروس چی هست، چرا برای خودشون مواظبت بکنن و بعد وقتی که اطمینان بهشون دادیم قدم به قدم اون مراحل رو میتونیم طی بکنیم و تشویقشون بکنیم که وقتی که این کار میکنن که آفرین، حرف مامان بابا رو گوش می‌کنی، حرف دکترها رو داری گوش می‌کنی، تو الان داری کمک میکنی که نه خودت مریض بشی نه آدمای دیگه مریض بشن و من خیلی به افتخار میکنم. مریم میگه من یه مادرم که در دوران کرونا از خونه مجبورم کار کنم. در کنارش آشپزی هم میکنم، خونه رو تمیز میکنم، با بچه‌م بازی میکنم و با بچه درس هم میخونم. واقعا دارم دیوونه میشم. برای سلامت روان خودم باید چی کار کنم که عصبی بودنم به بچه منتقل نشه؟ اولا که آفرین به شما و همه مادرایی که مثل شما تو این شرایط سخت دارن این همه کارا رو با هم انجام میدن. بسیار دشواره. به هر حال اولا که انتظار کامل بودن از خودتون نداشته باشین، اینکه همه کارا رو بخواید انجام بدین. یه مقداری سعی بکنین که برای خودتون هم حتی اگه شده روتین درست بکنین. مثلا اون وقتی که بچه‌ها خوابن چجوری به خودتون کمک بکنین که آرامش پیدا بکنین یا کارهایی رو که در آرامش باید انجام بدین انجام بدین. در طول روز چجوری این برنامه خودتون و بچه‌ها رو با هم دیگه منطبق بکنین که مثلا وقتی اونا دارن یه کاری رو میکنن، مثلا بازی کامپیوتریشون رو میکنن که صداشون در نمیاد، مثلا شما اون تلفن مهمی رو که لازمه بخواین انجام بدین و اون جنبه هایی که دوباره عرض کردم، تماستون با اخبار طولانی نباشه، با روابط اجتماعیتون یه مقداری تلفن صحبت کردن، اینکه بتونین با دوستاتون زمان بذارین، اینا رو یه مقدار استفاده بکنین که کار به این شکل در نهید که شما از صبح که بیدار میشین در نقش معلم، در نقش مشاور روانشناس، در نقش پدر مادر همه کارا رو بخواییم با همدیگه برای بچهتون انجام بدین. یه مقداری با خودتون مهربون باشین و انتظار کامل بودن نداشت. خیلی ممنون دکتر شاکر. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی به نشانی @BBC شما برای ما بفرستید.